اتفاق جالبی که در برنامه ستاره افغان امسال رخ داد چه بود؟ با من رضا پورکیان از شنیدن نکست وان پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکست وان پلاس خوش آمدید. 15 سالی میشه که برنامه ستاره افغان در فضل خزان مهمان خانه های ما میشه. برنامه‌ای که هر سال برای مردم ما شگفت انگیزتر میشه. اما اتفاق جالب و خوشایند برای هموطنان ما در برنامه امسال ستاره افغان این بود که شکیب مصدق به عنوان داور سوم در این برنامه انتخاب شد و خبری از داور چهارم نبود. پس بیایید سری به کارنامه این هنرمند خوش صدای کشور بزنیم. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که جهت حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چنل یوتیوب نکست وان پلاس را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. شکیب مصدق متولد 15 اوت 1360 هجری خورشیدی در افغانستان است. او در یک خانواده فرهنگی متوسط دیده به جهان گشود. هنگامی که وی هنوز 6 ساله نشده بود، بعد علایلی نظیر جنگ و تحولات زود به زود فضای سیاسی کشور، پدر و مادرش خانه نشین شدند و این امر موجب شد که شکیب و برادر کلانش را سخت درگیر زندگی کنه و بار مسئولیت سنگین را به دوش آنها بگذارند. شدت این پیامدهای ناخواسته جنگ و نبود منابع مالی به قدری بود که شکیب را به سرک ها کشاند و از همان دوران کودکیش با واژه کودک کار آشنا و وارد چرخه کار کرد. بعد از انتشار 17 البومش در سال 2013 دوباره راهی افغانستان میشه که این بار توسط مذهبیون افراطی و البته قدرت به دست و با همکاری پلیس افغانستان کنسرت ها و برنامه‌اش لغو میشه. او به ناچار دوباره به آلمان برمیگرده. او با خواندن نسخه فارسی آهنگ بلاچاو صدای خود را تبدیل به نماد اعتراضات خیابانی جوانان در افغانستان کرد و در آغاز بحران پناهجویی در اروپا او دوباره اقدام به ساختن البومی در مورد وضعیت پناهجویان میکند. او این البوم را به کودک سوری به نام آیلان که در دریا غرق و سوژه رسانه ها و نماد وضعیت بحرانی پناهجویان شد را منتشر کرد. سال 2015 دوباره راهی افغانستان می شه و این بار با استقبال پرشکوه و گسترده رسانه ها و مردم مواجه می شه و شکلی که آلبوم آیلان مدت و سر تیتر رسانه ها می شه. شکیب مصدق در سال 2014 در سرک های هامبورگ جرمنی به آواز خواندن در سرک برای قربانیان آرگو پول جمع می کرد. کاری که هیچ یک از هنرمندان ما انجام نداده است. او می گفت من کارگریم که می خواهد دستمزدش را به بازماندگان حادثه بدخشان هدیه بدهد. هیچگاه برای پول نخواندم اما این بار می خوانم. نه به خاطر معامله با خدا بلکه برای آرامش نسبی روح و قلب شمایی که این شب و روزها قلبتان برای این فاجعه نارام است. و همچنان برای روح نارام و پرتلاتم خودم.
نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرتون را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب نکست فان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.